بله با شما هستم در ادامه برنامه بخش حال شما و امروز در رابطه با بواسیر صحبت میکنیم یا هموروئید که شما میتونین سوالات خود از طریق شماره تماس برنامه 86-56 با ما شریک بسازین، تماس بگیرین در این بخش. و مهمان ما در این بخش دکتر عصمت الله سجاد هستن، متخصص جراحی در بخش حال شما. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام های خدا هم خدمت بینده های محترم تلویزیون طلوع تقدیم میکنم. بسیار خوش آمدید جناب دکتر. شما هم میتونید تماس بگیرید، 86-56 خط ارتباطی که شما را با ما وصل میسازه و میدانید در رابطه با موضوع امروز ما سوالاتتان را مطرح بکنید. جناب دکتر صاحب، بواسیر یا اگر عامیانه تر بگوییم مواسیر چی بوده میتون؟ بسیار خوب، بواسیر یا مردم عام ما را مواسیر میگه. بله، این در حقیقت یک مرض، یک آفت نوع مقعدی است که در اثر توسع یا کلان شدن رگهای یا وریدهای امین نایه به وجود میاد. و این مرض تحقیقاتی که صورت گرفته اضافه تر در نزد مردها نسبت به خانمها، البته در خانمها کمتر، در مردها اضافه تر رخ میده و همچنان در اطفال بسیار نادر است. در بین کدام افراد و سنین این بسیار دیده میشه؟ سن بسیار زیاد تحقیقاتی که صورت گرفته بین سن 30 الی 50 سال وقوعات از زیاد است، ولی میشه کسانی که سنشان از 50 بالاتر میشه 70% در نزدشان امروید به وجود میه که بسیاری از امروید یا بواسیر عرض داره یا مشکل ایجاد کرده میتونه، بعضشان بدون عرض است یا بدون مشکل است. علت بروز بواسیر چی هست؟ علت از این هر عاملی که رگای امین نایه را توسو بته یا مثلا رگا را کلان بسازه یا خون را در اینجا استاد کنه میتونه یک علت بواسیر باشه، ولی از نظر علت به صورت عموم میگه که بواسیر یا امورایت که اصطلاح طبی از این است، این میتونه به دو حالت به وجود بیاد. یک شکلش به نام شکل عرضی میگه که اصلا دیگه مرض است که میتونه در بیز زیادار امروید به وجود بیاید. یک شکلش هست آیدوپاتی که علت از دیگه علت است که او را ما شما انشاءالله در جریان صحبت به امرایتان خواد گفتم. بخش عرضی از است که میتونه در بیز دیگه امراض به وجود بیاید، مثلا تومورها یا کتلاتی که در این نایه به وجود بیاید، مثلا تومورها یا سرطان ها در جریان عاملگی میشه که به وجود بیاید، چون در جریان عاملگی خون در اینجا استاز یا استاد میشه و همچنان بعضی هورمون های زنانه که پروژسترون است میتونن امین نایه را متوسی بسازه. دیگه گپایی که دیگه جهد و زور زدن است، قبضیت های دوامدار است که این علت بخش عرضیش است. شکل آیدوپاتیک یا شکلی که هنوز هم سرش تحقیق روان است، یک شکلش ارسیت است. چرا در بسیاری فامیل ها میتونه با بواسیر موجود باشه که او علت ایست که امین نوایی سست هستند و خون دمی نوایی نسبت به دیگه قسمت ها اضافه تر جمع میشه، یک دلیلشی است. و دیگه شکل از نظر حالت مورفولوژیک است، ما شما میفهمیم که انسان ها همیشه حرکتشون به شکل عمودی است و یا بالای چوکی هم که میشینه به شکل عمودی است، اگر حرکت هم میکنه به شکل به اصطلاح عمودی است، در حالی که در حیوانات که به شکل افقی است بواسیر بسیار کمتر در نزدشان صورت میگیره. دیگه شکل آناتومیک است. آناتومیک به این معنی است که در امین نوایی بعضی مشکلات موجود می باشد که یک دلیلش است که سستی عضلات در این نوایی، سستی همون نسجی که در اونجا رگها قرار داره، و دوم رگای امین نوایی که رگای وریدی ما میگیم اکثرا یا دسام نداره، یعنی یک پوش نداره، وقتی که خون باید بالا بره پس باید به عقب رجعت نکنه، ولی متاسفانه در اینجا میشه که بعضی رگا پوش نداره یا سرپوش نداره، خون پس رجعت میکنه و دیگه استاد میشه، سبب به وجود آمدن بواسیر یا فرموده شما مردم ما مواسیر میشه که وجود بیاید. جناب دکتر صاحب، در کودک ها هم دیده میشه؟ در کودک ها تحقیقاتی که صورت گرفت بسیار به ندرت کمتر، چون در شروع ما به شما گفتیم که اضافه تر در مردها، کمتر در خانم ها و به شکل نادر در اطفال دیده میشه. آیا ایستادن طولانی مدت یا نشستن طولانی مدت میتونه باعث ایجاد بواسیر شود؟ بله، با شما بیشتر عرض کردم که یک شکل حالت مورفولوژی همیست که انسان چون همیشه با حالت افقی قرار میگیره و در حالت افقی همیشه فشار امین نوایی خصوصا وریدها، رگها فشار زیاد میشه، سبب استاد شدن خون در امین نوایی میشه. جناب دکتر صاحب، از درمان هم میشه صحبت بکنیم که درمان چگونه است؟
خب قبل از اینکه ما به شما درمان خوب است که ما بعض گپا را به بیننده محترم روشن بسازم که در روشنی صحبت ها اونا سوال های خودم مطرح کنن. بواسیر از نظر موقعیت به سه درجه تقسیم میشه. یکی بواسیر که خارجی است که از بیرون با دیدن معلوم میشه، یکی بواسیر به اصطلاح مکس یا کمپاین ما میگیم، یک شکل داخلی است. دیگه از نظر درجه بندی به سه درجه تقسیم میشه، درجه اول، درجه دو، درجه سه. اعراض و شکایت هایی را که مریض ایجاد میشه نزدشون، اول خونریزی است، دوم در این قسمت یک با وجود آمدن یک کتله یا ما او را به نام شکل نقاط پرولبی میگیم، و دیگه افرازات، بعض وقت افرازات در اینجا وجود میاد و یک کمخونی در نزدشون موجود، بعض وقت درد در نزدشون. این اعراض و علائم خاص بواسیر است که در زمینه مرض به وجود میاد. در حساب تداوی را ما به دو کاتگوری نظر به می درجه ها و نظر به موقعیت تقسیم کردیم. درجه تداوی اول تداوی محافظه‌کارانه است که زیادتر دکتر صاحب تداوی را به مریضا به شکل محافظه‌کارانه، چرا تداوی محافظه‌کارانه هم کمک میکنه، به خاطر از اینکه ما در جریان صحبت با شما گفتیم که بعض عوامل میشه، مثلا قبضیت های دوامدار، خوردن بعضی غذاهای تند و تیز، مثلا غذاهایی که مخرش هستند، اینا را دکترها از غذای رژیم غذای مریضا میکشه، این تداوی محافظه کارانه است. همین نوایی را پاک نگه داشتن، همین نوایی به اصطلاح فرموده شما پیشتر گفتین، از حالت به اصطلاح استاز یا از حالت نشستن دوامدار جلوگیری شوه، و دوم امامای سرد در همین نوایی صورت بگیره. این تداوی محافظه کارانه است. بعض وقت دوای کمی هم توصیه میشه، و تداوی اساسی ازی در صورتی که از درجه های دو و سه برسه، تداوی اساسیش تداوی جراحی است که باید عملیات شود. آیا جراحی عوارضی داره؟ بله، عوارض داره. هیچ شکی نیست که هیچ عملیات یا پروسیجر جراحی بدون اختلاط بودن نمیتونه. میتونه اختلاطات به وجود بیاد که از اختلاطات بعد از عملیات همی خود بود که میتونه در اینجا یک خونریزی به وجود بیاد، بعض وقت یک استازی یا به اصطلاح یک تنگ شدن این نایه به وجود بیاد، التهاب یا میکروبی شدن این نوایی به وجود بیاد. بعض وقت در جریان بعد از عملیات امکان داره، بعض وقت ایرون ریتنشن ما میگیم، یک اختلاطی هست که اکثرا مریضایی که عملیات صورت میگیره 6 ساعت بعد یا 7 ساعت بعد اینا ادرار کردن نمیتونن، به اون خاطر ایجاب میکنه که یک فولی در نزدشان تطبیق شوه یا ادرارشان از طریق یک وسیله خارج ساخته شوه. این اختلاطات مقدم شوه، اختلاطات مخرش میتونه می یک حالت تنگ شدن این نوایی باشه، میکروبی شدن این نوایی باشه، و احتمال زیاد داره که در مراحل طویل مدت بعضی آفاتای دیگه را در کبد یا در جگر هم میکروبی شدن این نوایی به وجود بیاره. جناب دکتر صاحب سجاد، این درمانای خانگی هم داره؟ درمانای خانگی فقط چی است که ما به شکل وقایوی بفهمیم که کدام عامل سبب اساسی مرید. مثلا ما در صورتی که از غذاهای پرهیز کنیم که سبب قبضیت میشه، از غذاهای پرهیز کنیم که سبب تخریشت همین نوایی میشه. بله دکتر صاحب، صحبت ها را تکمیل میکنیم. خب تماسی داشتیم متاسفانه قطع شد. در مورد تغذیه میگفتین. تغذیه، ما رژیم غذایی را به مریض توصیه کنیم که اونا ملین باشه، به ایمان است که غذای نرم باشه، که از سریع هضم باشه، مثلا سبب ایجاد قبضیت در نزد مریض نشه، سبب تخریشت و به اصطلاح سبب دام دادن مواد غذا در جریان طرق هضمی نشه. یعنی مریض از این موضوعات ما، و دوم پاک نگه داشتن این نوایی بسیار مهم است، و دوم از نشستن دوامدار بالای کرسی ها، مثلا استاد شدن دوامدار، یک کلی از این عاملی است که، و در پولی از این آفات های دیگر طرق بولی، مثلا کسانی که مشکل پروستات داره، کسانی که مشکل در انتانات طرق بولی تناسلی داره، اینا باید تداوی شوه. این مسائلی است که میتونه ما مریض وقایوی تداوی کنیم، و درمان های خانگی هم بمیست که متوجه می حال باشیم، جلوگیری کنیم از این آفاتی که سبب هموروید میشه. شما گفتین که در کودکان بسیار نادر است. علل بروز بواسیر در کودکان چی هست؟ در کودکان ما گفتیم پیشتر که هر عاملی که سبب به اصطلاح کلان شدن یا سبب توسعی رگای همین نوع مقدی شوه، این میتونه هم عامل کسبی باشه و هم میتونه به شکل اولادی. پیشتر عرض کردیم که به شکل ارسی در بعض فامیلا یک مشکل در میجا موجود باشه، یک انومالی، یک بینظمی که در سایر قسمت ها ما شما زیاد افرادی را دیدیم که رگای پایشان به نام وریکوزوین میگیم، پشت ساق پایشان رگای میپنده، خصوصا در جیرانی که میگرده. اینا
امکان داره که هم رگای پایشان نای ساق رگایشان بپنده و هم امکان داره در نزدشان بواسیر موجود باشه. البته بواسیر امکان داره بسیاری از بواسیر یا ایمروید عرض نداره. کتلا تو جایز این مریض مشکل نداره. جناب دکتر اگر اجازه بدید تماس از فرزانه جانم میگیریم دوباره برمیگردیم. سلام صبحتان بخیر. سلام علیکم صبح بخیر. میشه سوالتان رو مطرح بکنین؟ میبخشین از دکتر زبی سوال داشتیم از ما بیشتر از 7 ماه 8 ماه میشه که بابا بواسیر پیدا شده و دوایم بسیار درد هم داشت و یک ملم گرفت مال کم خوبتر شده اما بازم زیاد خارش و سوزش رو دارم سوال ندارین دکتر صبح شما از شما؟ نه تشکر از خواهر ما بسیار تشکر زنده باشین سوالشان بجه است سنشان هم نگفتن خوب بود که سنشان هم میگفتن آیا خانم خانه هستن یعنی به ایمان هاست که دوره بارداری را سپری کردن ما پیشتر عرض کردم که یک عاملش در نزد خانم های عامله است چرا در جریان عاملگی رگای امین نایه نظر به فشار رحمه که در این قسمت ایجاد میشه و یا سطح هورمون های زنانه بالا میره یک زمینه مساید از خواهر ما این تکلیف داره بهتر است که اینا پیشتر عرض کردم که وقایوی تداوی کنه اول خو پیش یک متخصص خانم یک دکتر مراجعه کنه که ببینه که واقعا ایمروید است همو عراض و علائم است چرا بسیاری وقت ما و شما بسیاری آفتای در این نایه مقدی ایجاد میشه تا با واسیر نیست فیشار است فیستول است کتلات مختلف است باید تفکیک شوه که اگر واقعا ایمروید است باید تداوی کنه تداویش به این است که تداوی کنزرواتیو نظر به مشوره دکتر مراجعه کنه پیش دکتر بله. دوم خودشان هم کوشش کنه غذای مخرش چون مرچ غذای سخت مثلا گوشت گاو لوبیا و چیزایی را که میفهمه قبضیتشان زیافتر میسازه این را کم بسازه و دوم نوایی را به اصطلاح توسط آب سرد شستشو کنه بله. و دوم در وقتی که اینا کارشون ختم میشه یک چند دقیقه میتونه که اینا پاهای خود یک بالشت زیر پای نایه سرین ببانه تا جریان خون به طرف بالا آسان شود. خب تماسشان قطع شد و 40 ثانیه هم فرصت داریم. در 40 ثانیه اگر حرفی باقی مانده باشه. حرف ما اول به هموطنان ما به کسانی است که اینا باید بهتر بفهمند که آفت خوبی نیست باید وقایع کنه زیاد از خصوصا رژیم غذایی که سبب قبضیت های دوامدار میشه سبب تخریشت این نوایی میشه بله. نظافت هم این نوایی را پاک کنه و دوم و توصیه ما به مسلک ها و دکتر صاحب ها است که اینا مسئولانه با این مرض برخورد کنه نظر تشخیص باید دقت کنه تشخیص دقیق تر به مریض بگذاره و مریض مشوره های نیک و مشوره های بجاب تداوی کنزرواتیو اول اینا انتخاب کنه در صورتی که با تداوی محافظه کارانه یا کنزرواتیو نتیجه نمیده بالاخره باید مریض با جراحی مشوره بده و عملیات و کوشش کنند که عملیاتشان دقیق باشه که اختلاط نکنه تشکر دکتر وقفه میگیریم سلام دوست عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین